و دنبال گسترش دامنه جنگ و ناامنی ها در سراسر کشور هزاران خانواده از بحر این ناامنی ها از جا بیجا شدند. آواره شدگان میگویند که از یک هفته تا کنون در این پارک بدون هیچ گونه امکاناتی در زیر آفتاب سوزان به سر میبرند. بیجا شدگان بی سرپناهی، عدم خدمات صحی درست، نبود آب آشامیدنی و مواد غذایی را از مشکلات اساسیشان بیان میکنند. اما قصد میکنم اگر جای مازگارا میبیم و دوتر و مادم بلکه مردم چی برک میتال میستیم که میخستیم میابنیم در سال چرک چندال در این کرونا این کل تفلاحات یک سر مریض شدن. ما از دکتر صاحب اشرف غریب خواهش میکنیم که مادم ما را آرام کنه که مادم جای ما بریم. شما ببینید که در اینجا که این مردم بیچاره زن و مرد و کودک و طفل و پیر و جوان اینجا زندگی میکنن، اصلا در اینجا مواشی زندگی کنه میتونه. اگه حکومت در فکر مردم باشه، عزت تو آبوی کرامت انسانی مردم نظر بگیرن، به این شکل مردم به مشکل مواجه نمیسازه. خانواده های بیجا شده با انتقاد از حکومت میگویند بیش از یک هفته است که مسئولین به مشکلات آنان توجه نکرده است. آنان تاکید دارند در صورتی که حکومت به مشکلات آنان رسیدگی نمیتواند، باید هرچی عاجل زمینه برگشت آنان را دوباره به ولایاتشان فراهم کند. خدای کریم کمک کنه و کسایی که از طریق بنیادهای نهادهای خیریه است ما را میشناسند میبینند و کمک شوند. ما به خاطر کمک و مساعدت آمنه که فعلا جای ما روز ما روزگار ما دست مرفتگی است. خانه ما هم اگه در گرفت گفتن مردک چور رو چپ اول شد چقدر کشته و زخمی تا هنوز یعنی یک مدو ما میشه که اینجا آمدیم از طرف حکومت نه کمک شده نه در پرسانی ما آمده هیچ هیچ دیگه. اون اول رفته سعی که همه تو میره داخل میکنه مردم آواره میشینه زنی تذکیره ما دجه ما دما غیر از کنه ازار رسیده کنه چی رسیده باز اونش هم خدا تیر میکنه. خب ما چی نکنم اینمی بچه های مردم هم میکنم که برادر 15 نفر ما گور میکردیم. خود اینجا پارک نوی شهر کابل است و تعداد زیادی از آوارگان جنگ در اینجا پناه آورده است. اینها با انتقاد از حکومت میگویند که بیش از یک هفته است تا به حال حکومت هیچ گونه توجهی به آنها نکرده و هیچ گونه حمایتی در بخش های مختلف از قبیل مواد غذایی و سرپناه برای از اونها همکاری نکرده و خواست از اینها از حکومتی است که هرچی عاجلتر به مشکلات از اینها رسیدگی نموده و یک زمینه خوبتر و جایی و سرپناه بهتر برای از اونها آماده بسازد. ذوالفقار محمدی، تلویزیون پیکان، کابل.